سلام به تمام شما بیننده عزیز، با امید سعادتمندی همتان هر کجای که هستین بیننده برنامه تا بر ستاره باشین. برنامه تا بر ستاره از پشت صحنه برنامه بر ستاره است و قسم معلوماتی که دارین، هفته گذشته رشاد نهیب از تیم قیس الفت با کمترین آرا از برنامه حذف شد و رشاد نهیب یکی از کسایی بود که در گروپ قیس الفت رپ اجرا میکرد و بیننده برنامه باشین که یفته قرار است از کدام تیم کی حذف شود و ای که بر شما کدام آهنگا را ستاره اجرا می کنند، کدام آهنگا است و قرار است که آهنگای دوگانه همچنان داشته باشند تا ای که شما برشان رای بتین و تصمیم شما بگیرین که کیها در برنامه باشند و کیها از برنامه حذف شوند. پس فعلا هم روز تمرین ستاره ها است که اینجا تمام ستاره جمع شدند و می خواهند دو آهنگشان که قرار است شب پنجشنبه و شب جمعه بر شما اجرا کنند را تمرین کنند. پس بیننده برنامه باشین که اینا کدام آهنگا را اجرا می کنند. جایست من در کنار یکی از مجری های بسیار موفق تلویزیون طلوع هستم که همه تا میفهمین که من در مورد کی گپ میزنم. مصطفی جان از زیارم رای ما هست که بسیار دیر وقت میشه که در برنامه استوری افغان، یعنی تجربه مجری داره، یعنی میخواه که بر شما برنامه های بسیار زیبا رو تقدیم کنه. امرو با چهرهش چی یک صدای مقبول داره که مردم از صدایش مصطفی جان میشناسن. امرو ما اصلا میخوایم در مورد برنامه بر ستاره و استوری افغان کم معلومات ازشون بگیریم که تفاوت ها رو بر ما کم معلومات بدن. سلام مصطفی جان، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام نادیا جان، گپای گفتی کم بود، یک ذره دیگه مگه بگی. تعریف زیاد کردم نه؟ تشکر، شوخی میکنم. قابل تعریف هستی. سلامت باشین. تفاوتی که برنامه بر ستاره داره با برنامه ستاره افغان، خب این رقابتش سخت‌تر است. اینجا اشتراک کننده ها با تجربه تر هستن، یعنی کسایی هستن که دیگه ثابت شدن، آمدن در ستاره افغان، ولی اینجا بین هم رقابت میکنن که کی بهترین میخوانه که ابر ستاره شوه. و تفاوت های دیگه شمی است که دو گروه است، دو گروه تقسیم شدن و اینا هر کدومشان تلاش میکنن که بهترین اجرا داشته باشن. ما بخیر در هفته آینده یک بخش دیگام داریم که او بهترین اجرای موشب است، که کسی که بهترین اجرا را میکنه او هم اجرا میکنه. دیگه در کل یک برنامه رقابتی بسیار جدی، اما در کل یکم هم تفریحی. برای ما دیگه بارو بگو، یه هفته خودت خود میفهمی دیگه کی مبرای قمار منتظر نمان. نظر برای که مردم دادن، فردا بخیر معلوم میشه که کی در آرای خطر میره، در جایگاه خطر میره و کی میشه دیگه. ایره با سوا برتان بخیر میگم. خب تشکر مصطفی جان از اینکه وقت بر ما دادین. بیننده عزیز، روز تمرین ستاره است که میخواین کدام آهنگ بر شما به خیر اجرا کنن روز پنجشنبه و جمعه. امروز روز ریهرسل شون است، پس بیننده برنامه ما باشین که کدام آهنگ را میخواین بر شما اجرا کنن. یک ناله تو خوش است، یک ناله من تو، ناله ز گل داری و من ناله ز یار. فهیم جان، بر ما ایره بگو، چطور خواستی که خودت سبکت قوالی است، غزل اجرا میکنی، امرو با پنجشنبه جان که آهنگای قطغنی اجرا میکنه، یک جای چطور خواستی اجرا کنی؟ خب من فعالیت های شخصی من که از در تمام سبکا دارم فعالیت میکنم، یعنی چیزای نو که میسازم یا چیز با او حساب، از او خاطر در برنامه هم خواستم که یعنی از هر سبک آهنگ اجرا کنم و هر سبک و هر زبان. البته در برنامه بعد بخیر از ساختای خودم چیز دارم که در روزای جمعه البته که به زبان ازبکی و پشتو و چیزا آهنگ های قوالی غزل که اگه ماندم باز میشنوید. انشالله که هستی، پس بینیدای عزیز منتظر اجرایش باشین که اینا کلش یک سپرایز است که براتان. پنجشنبه جان بر ما بگو کدام آهنگ است که شما دوگانه میخواین اجرا کنین. فکر کنم دو آهنگ میکس کردیم. بله، یک آهنگ بسیار فولکلور و قدیمی است، گاگا و مست خمار باشی، باز با فهیم جان را تصمیم گردی کردیم. ما بخونیم عزیز بشی بکنارم ز عشقت بیقرارم شده تو دست میدارم جونم تو دوست میدارم به خدا به قرآن به پیر و پیغمبر دوست میدارم. خلیل جان چی فکر میکنی؟ به نظر ده ای هفته دارای بلند است یا آرای پایان؟ من نمیفهم چی بگم، خلاصه
دو سال سه سال من به داخل کار موزیک نبودم و حال تازه گلوم داره وا میشه. خدا کنه این موضوع رو هموطنا درک کنم. پس کوتا برای ما بگو که از اجرای هفته قبلت راضی بودی؟ نه. چرا؟ هنوز جا داره. یعنی باید از یک خوبتر شوی؟ یقینا. بسیار خوب. پس آهنگ را که میخوایی روز جمعه شب دیگه بعد تنها اجرا کنی او کدام آهنگ است؟ او شعر و ملودی از ما است. شعر و ملودی از خودم است. یک کار عاشقانه نیمه شادیه ولی از کارا خود من خیلی دوست دارم. بسیار خوب. پس بابک جانم در اینجا هست، همه با پرودوسر برنامه امی جان رجا گپ میزنن، نمیفهم چی کار دارن. بابک جان، به نظر در این هفته دارای بلند است یا آرای پایان؟ الله پاک خبر داره، ما خبر نداریم. حدس بزن به نظر تو. با خدا و قرآن اگه خبر باشو کلی خبر داری؟ خبر داری؟ نه. کابو جان بریم داریم، صدر ما بریم آسان، دست خان بریم، قابل جان بریم، قابل جان بریم. کابو جان بریم داریم، صدر ما بریم آسان، دست خان بریم. چطور خواستی کمرای منصور یک جای اجرا کنی؟ خب هر هفته ما مجبور هستیم که یعنی کده تیم مقابل کده یکی از اشتراک کننده تیم مقابل اجرا داشته باشیم. به اون خاطر این دفعه از طرف داور صاحبا یا یاور صاحبا همی انتخاب شد. به نظر دهی هفته دارای بلند است یا پایان؟ نفهمیدم. به نظر دهی هفته دارای بلند است یا پایان؟ بلا ما به علاقمندای عزیز باور دارم، فکر میکنم دارای بلند است. امید موفقیتت. پس کوتا بر ما بگو از اجرای هفته آینده راضی بودی؟ تشکر، زنده باش. چی گفتم من نمیشتم؟ به نظر آرای بلند است یا آرای پایان؟ من 100% باور دارم انشالله آرای بلند هستم. علاقمندای عزیزم هیچ وقت مرا تنها نمیمانند، من باور دارم و انشالله دارای بلند میباشم. اگر خدای نخواسته رای پایان بود چی خواهد کردی؟ نمیفهم، مایوس شاید شمم، اما باور دارم در آرای بالا هستم. آسمان برو زمین زخت است خدایا. از اجرای هفته قبلت راضی بودی یا نه؟ چون برنامه که هست سب میشین جلایف هست، هم از ستارا زحمت خودم میکشه و ما هم زحمت نهایی خودم میکشیم. خودم شخصا راضی نبودم، اما این هفته زیاد کوشش کردیم و زحمت کشیم یک اجرای خوب داشته باشیم. علت از اینکه راضی نبودی چی هست نایم جان؟ خب علت از این هست که انسان ها نمیتونه همیشه در یک حالت بانه. و قسمی که ما در تمرین اجرا کرده بودیم در سر استیج نتونستم اون فضا را بگیرم، چون ما نفر آخرام بودم و همین فضای ما چینج شده بود مکمل. نمیتونستم که درست خودم از خودم کیف کنم. یعنی آریانا جان خانوس خانوس چیز نگفته، خانه شا بود دیگه. اگر من میبودم من تو نظرم نمیدادم. خب بخاطر از اینکه امو آدینس هم بسیار تاثیر میداشته باشه، کسا که تماشا چی هستن، چون یک استرسی گپار میداشته باشه، چون تشویق ها که هست امو صدای موزیک نمیتونن که ستاره ما درست بشنون. یکی از علتا شاید امو باشه که نمیتونین درست جا کنین. بله، و مثال یک کسی معلی میخونه از پشت از اون مثال نوبت ماست، چون فضا کم تغییر میکنه تا وام باید یک بار اجرا شوه، چون اگر اشتباه شوه او تکرار نمیشه دیگه. هم چیزی که هست امور اجرا میکنیم. خیر است، اگر زندگی بود آهنگای بهتر میخونیم. بخیر. بیننده عزیز، در یک قسمت برنامه خود ما یک گیم داریم که همراه با کسایی که در برنامه ابرستار اشتراک کردن، یعنی ستاره های ما، میخوایم می گیم بازی کنیم. و گیم هم قسم هست که در اینجا دو صندوق ماندیم و داخل هر صندوق گل گردن گرفتیم که یکیش به هفت رنگ است، یعنی هر رنگ است، سرخ است، سبز است، سفید است و یکی دیگهش که است فقط سفید خالص است. برای هر کسی که رنگ سفید میبرایه یعنی بازنده میباشه در گیم ما و دروش ما کریم داریم، یعنی قیماق میگن، کریم میگن، هرچی میگن رو دروش باید بزنیم. و بر کس دیگه که ای گل هفت رنگ میبرایه ما براش جایزه میتیم، یعنی انرژی هیت و پارادایس همه ایریا برشان جایزه میتیم. و حالا ما میخواییم بخاطر از اینکه گیم اینا دیدن
دیدن که کدامش گل سفید داره و کدامش گل افرنگ داره. من اینا رو تبدیل میکنم و یک نفر داخل اتاق میخوایم و میخوایم که اینا انتخاب کنن، ببینیم که کدامشان برنده میشن و کدامشان بازی را میبازن. پس بیننده ما باشین. اول من دبل من غوره غوره شنگل من پاس کتا پیش کتا خزم خزا ایر نخزا لا نه مرحبت من لا 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 نه خورش خوک بود از برنامه پس میگیرم ازت برو نال کده نانه تا یک جای نوشجان که مزید بده یا نشانی کده نه نشانی کدی خو تو هیجان نداشتی مجبور بخوری دیگه چرا خند قابلش نیست برو بخو بخو نوش جان یکی انتخاب ما بازش میکنم یعنی بازش کنم فهیم جان من انتخاب شانس دارم اصلا اینه حالا من میگم اوگر شدی فهیم؟ موکم چرا میداری؟ فهیم اوگر شدی؟ نمیده؟ آه بله بله فهیم چاش نانم نخورده بودی نیست تمنیم امیتا آوردیم بله بله شوله هم از امیتا یایی؟ بله کم چند وقت شده بود نخورده بودیم بخاطر چرب است یک دو سه نشانه ایم زیدیم بینیم داری هستی چقدر مقبول شدی؟ مقبول هستم تشویش نکن بازی ما خواه قسم است که از دو صندوق یکی انتخاب میکنی اگر رنگ سفید داخل صندوق برات برامد در روی قیماق یا کریم میزنن اگر رنگه بود باز برات از این انرژی جایزه میتن سیست؟ اوکی باش اینال یکی از صندوق انتخاب برات بازش میکن همین که بالایه بالا انتخاب میکنی؟ خلیل میفهمی روند بازی ما قسم است که یعنی اگر خودت هیجان نداشته باشی بازم دارید میخوری اینال خوشحالی که که تو بچه سای کرنگه برمت انرژی جایزه بح 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 ادارم غیم آمار مزه نکرم برا رو من بح بح خب خلیل جان اینی هم توفید خواهش میکنم خیلی میکنم آه خواهی نمیزهری کشه پایان یخنم خراب شد دیگه کالا را که بشویده و بده در این جنجال میگن نیک آدم از وطن دور باشه از فامیل دور باشه خود ولایت بدخشان میباشه قدر خانما سرشان میه یک نالو بیچاره چقدر زحمت میکشیدن هر دقیقه هر دقیقه کالا چرت میکنن نال خودت بشوی که مزید بده نه من خودم خوب بهترین دیگه چی بگم خودم میشویم مشکل نیست دیگه نال یکی از این صندوق ها را نال انتخاب که خودت بالا شما نشانی کرده بودین صندوق ها رو ما صندوق ها رو بسته تبدیل کردیم دیگه ایناله خودت بخی تازه آمدم من نبودم او تو دیگه نه یکی را دستبان انتخاب کنم و برد بازش میکنم که میکنم این دست راست پیش روی مسته من واسه خودم میکنم مطمئن هستی که می باید باشه خب توکل به خدا واه واه رنگ سفید برد بر آمده خودتان ببینیم رنگ سفید است که برازی بر آمده سکو او افرنگ است من آقا که باید برنام برنشان میکنم خاشمون اگر رنگه نمیتونم رنگه هست خاشم آقا چرا نه الان مایکه که ما رو خراب میکنین آله خب بینیدای عزیز تا که راشد جان بخیر راشد میلخشه کم از دایی کیازه خب اینا راشد روی خود پاک میکنه تشکر از امرویتان با امید از اینکه از این گیم لذت برده باشین و یادتان نره که دوستای ما چتر شده دیگه روز هر هفته گیمای ما از اینکه زیادتر خطرناک میشه پس بیننده برنامه ما باشین یک وقفه کوتاه میگیریم در ادامه برنامه با ستاره هستیم که کی از برنامه به خیر هضم میشه به خیر رو میگیم
دوست عزیز، من در کنار کسایی هستم که به خاطر دیدن برنامه از نزدیک آمدن. فواد سلطانزاده هستم از شهر مزار شریفم. خب فواد جان، علاقمند کدامی که ستاره هستی که میخوای بخیر مقام ابرستاره را از آن خود بسازه؟ من مطمئن هستم 100% فهیم جان ابرستاره میشه. ابرستاره است ان شاء الله که مقام ابرستاره را میگیرن. وحید الله نوری هستم از شهر مزار شریف. وحید جان، علاقمند کدام ستاره هستی؟ علاقمند کلشون هستم و به خصوص فهیم جان قن، همچنان مفتون و یوسفی صاحب. انرژی هیت دارای ویتامین، جنسنگ و کافئین در هر فصل سال برای همه سنین. موفقیت را با انرژی هیت تجربه کنید. تشکر از انرژی هیت به خاطر تمویل برنامه ما. عقیل شریفی و همچنان امرو با راشد آریا در آرای خطر قرار دارن. سلام عقیل جان، خوب است؟ سلام، خوب استی نادیه جان. چی احساس داری؟ آرای خطر چی یک مزه داره بگو تو؟ یک قسم تلخ است. این مثل لازمی اکثر زخم آدم شما نمک پاش بتوین. من دیگه فکر استم شما خرجتان دارای بلند میگفتین شاید باشیم. چطور دارای خطر قرار گرفتین؟ کی گفتم؟ میگه من پرسنت کن گفتم اخیر به نظر دارای پایین است یا دارای بالا؟ گفتی شاید دارای بلند باشم. اتر یک گپ بود که ما به علاقمندای عزیز خود باور دارم، به وطنای خود باور دارم، ولی این برنامه است. امیدوار هستم که هفته بعدی بخیر جبران شوه کنم گپم. خب خاینا لگه در برنامه بودی یک گپ بگو که مردم دیگه دای چوکی نشانن تا. دوستادمی ستاره افغان خو عمر مودمی چوکی سرخ تر شد. منتها یعنی یک بار باز ابوتری یک اتفاق افتاد، امیدوار هستم دیگه اتفاق نفته و رای بفرستیم. راشد جان، خودت بر ما بگو که به نظرت از تیم شما کس هست خود شد یا از تیم مقابلت؟ به نظرم خودم هستم دیگه. ای دوستای عزیز پیش از پیش بر من گفته بود، وقت پرسانش کم گفتم راشد به نظرت از برنامه کی میبره؟ گفت من شاید باشم. فکر میکنم من هستم. اما تو نیت تا بد نکن. اینم برتون 4-5 روز پیش گفته بودم نه؟ خیلی گپ دیگه. اگر قرار باشه خودت باشی فکر میکنی کاریانا جان خودت؟ چون ما اونجا دکمه طلایی داریم. افزت خود کت یا نه؟ من فعلا دیگه چیز گفتن نمیتونم دقیقا. شاید 50-50. منصور، چرا دارای خطر قرار گرفتی؟ به خاطر که رایم کم است. چرا رایت کم است؟ نمیفهم. شوخی کردم، خود اتفاق میفته در برنامه، اما انشالله باور دارم که من از برنامه حذف نمیشم و اطمینان پوره به همه علاقمندان میتونم که باور داشته باشین دیگه. رای بتین یک ذره. درست است؟ سایکو، یه عمر بود یا خواهش؟ و بسیار آهنگای مقبول برتان میخوانم، دوستتان دارم، در دلم عزیز هستین، جای دارین و انشالله دیگه در ای چوکی نمیشنم. انشالله، بخیر. نعیم بختری همچنان با ما هست، بینید دای عزیز. نعیم جان سلام. سلام نوده جیم، خوب استین؟ بخیر. نعیم جان، فکر کنم خودت بار دوم است ای چوکی قرار میگیری. من تجربه را زیاد دارم و مشکلم نیست. چون روند برنامه است، نمیشه که مثال 3 نفر بشینه یا 1 نفر بشینه. امید به خدا است تا هنوز وقت داریم. جان اصلا سوال بسیار مهم، 2 نفر از تیمت که بسیار آهنگای زیبا میخونه، صدای بسیار زیاد مقبول داره، در آرای خطر قرار گرفته، چی نظرتون چی است؟ واقعا متاثر کننده است برای ما، چون هر دو نفر که از تیم ما روی چوکی سرخ نشستن، هر دویشان یک از بهترین کاندیدای تیم ما هستن و ما واقعا متاثر هستم که ووتشان کم بوده که روی چوکی سرخ ششتن. منتانوزم خداوند بزرگ است، ما شک ندارم که انشالله پس می آیند در سیتای اصلی خود. کسی که امشب با ما خداحافظی میکنه عقیل شریفی نه، نعیم باختری است. عاشقی سخت است خدا، سخت است خدایا، شکوه هست داله و هست بخت است خدایا. هر یک بار است که هیچ کسی برای کسی مقام تعیین کرده نمیتونه و موسیقی را ادامه میتیم و هیچ یک برنامه است که حساب رقابتی است و را یک مقام میتن
و ای که ما ستاره افغانم اشتراک کرده بودم 12 شدم به این معنی نیست که ما والا 12 شدیم، نه، ما از استعدادم در این برنامه آمدیم و افتخار میکنم که در این برنامه بودم، یکی اجرایی که داشتم و ادامه میتونم و بسیار زیاد خوش هستم. بسیار خوب. نعیم جان بر ما بگو که یاور چرا نخواست رو در برنامه حفظ کنه، چون ما شاهد هستیم که از تیم آریانا جان هیچ کس تا حال از برنامه حذف نشده و تیم شما فعلا 4 نفره بود و میتونست که تا یک نفر دیگر در برنامه حفظ کنه تا کی بتونه امو 4 نفر خود حفظ داشته باشه در مقابل 5 نفر. چرا نخواست که تو رو حفظ کنه؟ این سوال از من نباید بکنین، از استاد قیس باید بکنین و اگر ما را حفظ میکردن ما اجرا نمیکردم، به خاطر اینکه چون روند برنامه که پیش میره جدیتر شده میره و ما امیدوار هستم که بخیر تیم ما برنده شوه. این به این معنی نیست که ما اوچیدم و دیگر است، پایه مستحکم ما مونده، ما یک پایه کوچک از اینا بودم و امید است بخیر موفق شوه. بابک جان است، فهیم جان است، ما برشون خودم سپورت میکنم و شون رای میتم و انشالله بخیر مقام اول از آن تیم ما میشه. بینندگان عزیزی بود برنامه یفته که تقدیمش مازدان شد. تا برنامه بعدی که باز من نادیه نایاب در خدمتتان قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتام سپارم و منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهاداتتان در برنامه هستیم و میتونین بیننده برنامه ما از چنل یوتیوب طلوع همچنان باشین. تا برنامه بعدی خداوند نگهدارتان.